زندگی من که مثل همه زندگی هست. اسمم که ژاله آموزگاره. من از بس آدم خودخواهی هستم، همه چیمو دوست دارم، اسمم هم دوست دارم، نام فامیلیم هم دوست دارم. خیلی ممنون پدرم هستم. این چیزا دیگه انتخاب من نیست، انتخاب خانواده است. بعدم آموزگار بودم، از وقتی مدرسه میرفتم انقدر خوب بود اول منو صدا میکردن، چون الف و آ بودیم. بعد که مقاله هم چاپ میشد همیشه اسم الفبایی بود، مقاله هم اول میذاشتن. آدم ها خیال میکردن چون مقاله من مهمه اوله، در حالی که این همش لطف پدرم بود که کمچی نام فامیلی خوبی برای ما انتخاب کرد. من 12 آذر 1318 دنیا اومدم. در برابر شما، مادر بزرگ شما هم شاید بیشتر حساب بیام، ولی انقدر خوشحالم که سنم بالاست. با رشادت سنمو میگم به دلیل اینکه شما هم اگر میتونین به سن من برسین و در این سن بخندین و بتونین قشنگ صحبت کن. این یک. بعد در شهر خوی دنیا اومدم. پدرم ماموریتش، پدرم تبریزی بود و مادرم تهرانی، ولی ماموریت فرهنگی پدرم تو شهر خوی بود. و من باز ببین، بعد خواهید گفت چقدر طرف خودخواه، از همه چیش خوشش میاد. این خوشبختی ها، به شما هم میگم، شما هم از چیزایی که دارین خوشتون بیاد. من خوشحالم که توی یک شهر کوچیک دنیا اومدم. برای اینکه شهر کوچیک، شهرستان ها، البته الان اگه همشهری های من بشنوم میگن کجا شهر کوچیک، خیلی هم شهر بزرگی. حالا شهر خوی به هر حال همونجوری که میتونید تو آذربایجانه. من همیشه میگم من در سر ایران دنیا اومدم، به هر حال اون گربه کوچولویی که دوست داشتنی ایران، ما تو سرش دنیا اومدیم. شهر مهربان، آدمای مهربونی بود، خیلی خوب بود. شهرهای کوچک شما شاید تجربه نکرده باشین، بسیار لااقل در دوره ما، حالا نمیدونم، آدم ها با هم صمیمی ترن، همه همدیگر رو میشناسن، پدر مادرها همه همدیگر رو میشناسن، در نتیجه یک محیط صمیمی گیر میاد، آدم دوست صمیمی زیاد داره. و از این نظر شهر به هر حال غیر از من خیلی شهر بزرگ پروری هم هست. مثلا زریاب خوی، مال خوی محمد امین ریاهی که اینا همه خدمتگزاران اصیل زبان فارسی هستم و دیگران. مدرسه مثل همه شماها مدرسه رفتم، اونتا خب مادرم تو خونه به من کلاس اول رو درس داد، در نتیجه من 5 سالگی مثلا کلاس اول خونده بودم و از کلاس دوم رفتم مدرسه. خود این به هر حال هیچ تغییری نمیکرد، کوچیکتر از کلاسیا بودم، ولی همیشه با هم صمیمی بودیم. و اگه شما هم دارین خیلی قدر دوستای دوره دبستان و دبیرستانتون رو بدونید. حالا فکر کنید تو سن من چند تا از این دوستای دبستان من زندن، ولی با همه اونا من ارتباط هنوز دارم. دوستی ها به وجود اومدنشون مهم نیست، نگه داشتنشون مهمه. یعنی آدم باید دوستی ها رو نگه داشت، ارتباطات رو نگه داشت. و من در این مورد خیلی سعی کردم که اینطور باشه. سعی کردم حتی اون طبقات رو بشکنم. متوجه هستی چی دارم میگم؟ یعنی شما از تو همکلاسی های ما یکی دی بودن خیلی بالا رفتن، یکی شوهر کرده، که مثلا 6 کلاسه مونده، ولی به قدر این صمیمیت دوره بچگی عالیه که آدم با هم که میشینه، حتی الان تو این سن بالای 80 هنوز همدیگر رو خیلی صمیمی میبینه، در همون دوران میبینه، بدون اینکه من فکر کنم من استاد دانشگاه بودم این یکی نشده، ولی هممون بی طبقه همدیگر رو دوست داشتیم. این خودش خیلی نعمت بود. دبستانم سپهر بود اسمش و دبیرستانم ایران دخت. خاطره ها معلمام خب یکم یادمه، ولی از دوره دبیرستان طبعاً بیشتر. من پدرم مدیر دبیرستان ما بود، هم معلم ادبیات بود و هم مدیر دبیرستان. به قول یکی گفت چرا هم هر کی ما میبینیم شاگرد اول بوده، ولی واقعا من شاگرد اول بودم همیشه تو دبیرستان. و گرچه خیلی صمیمی بودیم،
ولی من همش فکر میکردم که اینا خیال میکنن چون پدر من رئیس دبیرستانه من شاگرد اول شدم. خوشبختانه رفتم تبریز کنکور دادم، تو کنکور شاگرد اول شدم. دیگه شبه ها از بین رفت که دیگه اونجا که دیگه پدر من نتونسته کاری کنی که من شد. اینه که به هر حال بچه درس خون بودیم دیگه، اینقدر خوشبخت بودیم بچه، از شماها خوشبخت تر بودیم همیشه. تفریح نه تلویزیون داشتیم نه از همین گوشی های هوشمند، هیچ کدوم اینا رو نداشتیم، حتی رادیو رو نداشتیم. همه رادیو نداشتن. اولا کودکی منو به یاد بیارید و نه اینکه ما، من دوست ندارم بگم ما ندار بودیم، نه، ما جزو خانواده های بالاخره مرفه بودیم، همه نداشتن رادیو. روزی که پدرم رادیو خریده بود آورد، من و برادرم اینقدر خوشحال شده بودیم و دلمون می‌خواست همه بدونن ما رادیو خریدیم. از این رادیوهایی بود، شما یادتون نمیاد، حتی مادراتونم یادتون نمیاد، مادر بزرگاتون رادیوی بود، آندریا یا فیلیپس کوچولو با باتری کار میکرد. بعد من و برادرم میگفتم بیاییم ببریم بذاریم تو حیات، صداشو بلند کنیم که همه همسایه ها بفهمن. یعنی این خاطره خیلی برام جالبه که من بعدها بهترین دستگاه ها رو خریدم، مثل همه بهترین وسایل ارتباطی رو داشتم، اما هیچ کدومشون لذت اون رادیوی اول رو به من نداد. دقیقا. بیرون می رفتیم با هم بازی می کردیم، عروسک بازی می کردیم، می دونی اینا همه خیلی حیاتا بزرگ بود، بدو بدو، یعنی می دونی ایدئاله. حتی دختر من شاید اینو نداشت ولی باز از شماها بهتر زندگی کرد، بازم یه حیات بود. شاید به اندازه من از طبیعت لذت نبرد، از زندگی طبیعی، متوجه هستین طبیعت منظورم اینه. الان همه درگیر یک محیط بستن. یادم میاد یه رمانی خوندم، باز گفتم رمان، خیلی وقت پیشا، صحبت سر این بود که چرا اغلب پیامبرها از شرقن و یا از چیز اومدن بیرون. بعد اون خیلی نویسندش خیلی قشنگ نوشته بود و من خیلی دلم خواست به دخترم اینو ترجمه میکرد به فارسی. میگفت برای این که برای خوب اندیشیدن چشمانداز مهمه، یعنی تو باید جاهای دور رو ببینی. قهرمان داستانش مثلا میگفت که فقط من دیوار دیدم. شما هم اغلبتون فقط دیوار دیدید، در مثلا کمتر هست که پنجره رو باز کرده باشی، جلوش باز هم دیواره، متوجه هستی؟ این نمیذاره اندیشه بزرگ بشه. نمیخوام بهتون به این نسل توهین کنم، متوجه هستی؟ یعنی اندیشه دیدگاه میخواد، همش باید تو بری تو دشت، تو چیز. به همین دلیل من تو کلاس به بچه ها میگم بچه ها لااقل گاهی سرتون رو بلند کنین آسمون رو نگاه کنین، آسمون خیلی قشنگه، آسمون هم خیلی قشنگه، ابرا هم خیلی قشنگن. خب لااقل هیچ جایی رو نمیتونین ببینین، چی میگن، آسمون رو نگاه کنید، هم شب هم روز. البته میگن خب آخه اینجا شبای چی دیده نمیشه، انقدر کوا آلوده است، کاری ندارم. ولی من همیشه جدی رو با شوخی میامیزم، منظورم اینه که ما کودکیمون با طبیعت بیشتر محصول بودیم. ولی خب نمیشه گفت نه شما حسرت ما رو بخورید نه ما قصه شما رو، به دلیل اینکه هر دوره‌ای ویژگی های خودشو داره. نمیشه نشست و حسرت گذشته رو خورد که چرا من اینطور چرا اونطور، نمیشه گفت. ولی به هر حال من میخوام یادتون بدم، از همه چی خوشتون بیاد، من خیلی از دوره کودکیم، از دوره با اینکه توی یک شهرستان کوچک بودم، خیلی ممنون، خیلی ممنون کودکیم هستم. کودکی محکم، متوجه، محبت، میدونی محبت فرق نمیکنه، تو از همسایه محبت ببینی، از پدر و مادر محبت ببینی، از اون اینا میپرورونه، با آدم قدرت میده. حالا مدرنا میگن انرژی مثبت، ما اون موقع نمیفهمیدیم انرژی مثبت چیه، ولی احساس میکردیم محصور از یک عده احساسات خوب هستیم. و من این رو مدیون شهرم، مدیون دوران کودکیم، مدیون مدرسه‌ام، حیات بزرگ. ولی به هر حال اینا رو گفتم که بگم به هر حال من از این که شهر کوچیک دنیا اومدم بسیارم خوشحالم، همشهریامو خیلی دوست دارم،
و بعدش دوره دبیرستانم هم تا کلاس 11 خوی بودم و بعد چون کلاس 12 دیگه نداشت من رفتم تبریز. معلم های تاثیرگذارمون خواهم گفت تو دانشگاه بیشتر بود و دبیرستان، ولی تو خود چیز حساب دبیرستان پدر من معلم ادبیات بود و ادبیات رو خوب خونده بود، یعنی ادبیات شعر. من فکر می‌کنم ذوق ادبی من ناخودآگاه به مثلا مادرم شعر میگفت، حالا نه شعرهایی مثلا که بشه چاپ کرد و پروین اعتصامی که نبود، ولی برپس یه ذوق ادبی تو خانواده ما بود و معلم ادبیات اونم پدرم بود. اینو من باز خیلی جاها گفتم، من کتابای دوره دبیرستانم رو دارم. باور کن چیزایی هستن که الان تو دانشگاه تدریس میشه، مثلا بهترین متنایی است که بعدی فروزانفرین رو انتخاب کردم. مثلا من تعجب میکنم، بعد شعر حفظ میکردیم، مثلا ایوان مدائن رو مثلا پدرم مجبور که نه، یعنی توصیه بود دیگه، نمرمون بود که شعر. اینه که من فکر کنم ناخودآگاه من به طرف چیز کشیده شدم. شماها نمیدونم میدونید یا نه، اون موقع ما تا کلاس 5 علمی میخوندیم، هممون یه جور میخوندیم. از کلاس 6 یعنی 12 دیگه اونجا بود که ریاضی میشد، ادبی میشد و طبیعی. خب من چون همین گفتم شاگرد خیلی درس خونی بودم، ولی نمیگم فوق العاده بودم، من خیلی آدم معمولی بودم، ولی خب درس میخوندم دیگه همش هم. بعد خب همه فکر میکردم من حتما پزشکی میرم، مامایی میرم، مثلا پدر مادرم مخصوصا خیلی، ولی مثلا باز به قول معروف از خانوادم متشکرم، به من اجازه دادن که خودم انتخاب کنم رشته. خب من گفتم من ادبیات میخوام و جالبه که نایستادن جلو من، نه جلو من نه جلو برادرم. برادرم هم حقوق خونده بود، برای اینکه البته نمیگم خیلی آدم های روانشناسی بودن، ولی حتما فهمیدن که آدم جایی باید بره که دوست داره و کاری که شماها نکرد، نسل شما رو وادار کردن یا پزشکی بخونین یا نمیدونم، شما رو نمیگم، ما کلا نسلتون اصلا خیال میکردن اگه بگی من ادبی میخوام بخونم مثلا بچه تنبله. ببینید نمیخوام ادا درارم بگم پول بده یا پول خوبه، زندگی خوبه، آدم باید به هر حال تأمین بشه، ولی باور کنید رضایت ها جور دیگه پیش میاد. این خیال میکنید من مثلا انشا میگم براتون، واقعا نه، اینطور نیست. یعنی چیزی رو که دوست دارید وقتی انتخاب میکنید و خوشبختید، توجه میکنید؟ نه شاید هم احساس نکنید. من وقتی رفتم تبریز رفتم منزل عمو. عموی من حسین امیدی که آدم شناخته شده در آذربایجان، تاریخ آذربایجان رو نوشته که اصلا الان جز سنت های اون دور است، دو جلد، در حدود 100 تا اثر داره. اولین نمایش نامه رو تو تبریز اجرا کرده، یعنی نوشته، کتاب تفریحات علمی داره، رمان داره. خب اونا فرزندی هم نداشتن، در نتیجه من رفتم خونه عمو، خیلی هم خوب پذیرفته شدم، یعنی احساس کردن صاحب دختر شد. 12 رو اونجا خوندم و بعد کنکور دادم. کنکور های اون موقع مثل الان نبود، کنکور ادبیات جدا بود، هر دانشکده برای خودش میکرد. من تو کنکور با اجازه، یعنی با توافق با خانوادم، ادبیات رو من نوشتم. و بعد ماها دخترها مخصوصا اون موقع، من الان دیگه مادر بزرگم دختر نمیشه گفت، همیشه امتحان که میدیم میگیم بد شد، یعنی همیشه ایش وقت برعکس پسرها، من تو این هم میگن 20 میشیم 25 میشیم. بعد اینه که من همش فهم کردم که نه خیلی بد دارم. عموی من بدون این که من بدونم رفته بود چیزها رو گرفته بود، نتیجه رو دیده بود، ژاله اوله، اصلا اینقدر خوشحال شده بود اومده بود، نمیخواست به من یه دفعه بگه، گفت من رفتم. گفتم خب همجون قبول نشده بودم، گفت اول شدی. اینقدر جیغ کشیدم که بعد همسایه ها گفته بودن چی شد این فلان اینقدر داد زد. خب هیچ
مثلا برام غیر قابل منتظره بود که غیر قابل انتظار بود که از یک کسی از شهرستان بیاد. خب تبریز به هر حال مرکز استان بود. به هر حال این دوستای من که از خوی اومده بودن اونا هم همشون قبول نه تو ادبیات، هیچ کی ادبیات نیومد. مامایی خوندن، نمیدونم زبان رفتن، پزشکی یکیش رفت، یکیش خلاص چیزا. فقط ادبیات من بودم که اون رفتم، چون رفتم دنبال چیزی که دوست داشتم. زشت این حرفو بگم ولی موفق ترینشون منم. ادبیات خوندم، رفتم چیزی که دوست داشتم، در نتیجه با شوق ادامهش دادم دیگه. و بعد رفتم دانشکده ادبیات تبریز. دانشکده ادبیات تبریز اون موقع باز اگر تاریخچه‌شو بخونید یه نوع قطب مانند بود. خیلی استادای درجه یک داشت، خیلی خیلی. اول رئیس دانشکدهمون که دکتر ماهیار نوابی بود که اونم در زندگی من تاثیر بسیار زیادی گذاشت، برای اینکه معلم زبان‌های باستانی ما بود. اون موقع گروه ادبیات، یعنی وقتی می‌خواستین شما لیسانس بگیرین که الان میگن کارشناسی، حتما چند واحد زبان‌های باستانی رو می‌خوندید تو گروه ادبیات فارسی. خیلی برنامه‌های خوبی بود. در نتیجه ما 4 ساعت مثلا پهلوی خوندیم، 4 ساعت 4 واحدم اوستا و فارسی باستان. به اینا رو همه رو دکتر نوابی درس میداد. شیرازی بود، خارج تحصیل کرده بود، خیلی خوش لباس، قد بلند، اینا آدم به عنوان پدر خیلی خوشش میومد ازش. خیلی هم شوخ بود و کلاس به این مشکلی رو همیشه با حرفاش و اینا خیلی شیرین جلوه میداد. و شاید یکی از دلایلی که من کشیده شدم که بعد از اینکه رفتم فرانسه رشته زبان‌های باستانی رو انتخاب کنم در اصل دکتر ماهیار نبود. ولی خب دکتر استادای درجه یکی دیگه ای داشتیم، مرحوم دکتر رجایی بود، چقدر به ما خوب دست داد ادبیاتو، تا ما رو وادار کرد تمام تاریخ بیهقی رو بخوریم. تاریخ بیهقی فیاض، شما نمیشناسین اصلا فیاض، اینقدر نیست. با یک ترفندی، یعنی به یکی گفت مثلا تو ترکیباتشو درار، تو ازوکشو درار، تو نمیدونم چی درار. خب وقتی تو اینا رو میکنی مجبوری دائم بخونی همشو دیگه. در چه اصلا من یه الفتی با تاریخ بیهقی پیدا کردم. چقدر قشنگ به ما حافظ درس میداد. فرامز همون دکتر روشن زمیر درس میداد، آروم، دوست داشتنیست. بعد یه فرانسه دیگه همون دکتر طباطبایی درس میداد، دکتر منوچهر مرتضوی هم که خیلی معروفه. عربی رو دکتر قاضی درس میداد یادمه. هیچ فکر نمیکرد که مثلا دخترهای اینا میتونن عربیات بگیرن مثلا خوب باشن. همیشه با یه چشم مثلا چیزی به من نگاه، مثلا نه بدا، مثلا که همین با پسرا بیشتر حرف میزد. امتحان که شد ورقه کتبی بود، بعد شفای ما اینجوری بود، یه کتبی میدادیم، یه دفعه گفت این ورقه شماست؟ گفتم بله. تو اینقدر عربی میدونستی؟ گفتم نه، خب اون چیزی نمیدونستم. و خلاصه تعجب کرده بود مثلا دختر ما، دو تا زن بودیم تو کلاس، دو تا خانم. من شاگرد اول شدم و جالب اینه که با همسرم هم کلاس بودیم، که اون شاگرد دوم شد که به شوخی همیشه میگفتن که برای اینکه انتقام بگیره که تو شاگرد اولی رو از اون دزدیدی اومد باهات ازدواج کرد. ولی خب من اون موقع باید تو مثلا نمرت توی دانشکده به همه نمیدونم به هر حال بهترین باشه. خلاصه به ما بورس شامل رفتن اونجا. باز حتما همه تون میدونین دیگه، گفتم بهتون اون موقع فقط شاید اولا رو میفرستادن، یعنی بورس فقط به کسانی داده میشد که مثلا شاگرد اولا، نه هیچ ضابطه دیگه واقعا توش نبود، هیچ دیگه. اینو من یکیش خودم. ولی اون موقع دیگه اولین بار یک کمی غیرت خانواده جنبید و نذاشتم من، گفتن نمیشه تنها بره. پدرم هم نه، بیشتر یه عموی بزرگ دیگه ای داشتم تو تهران دیگه. همه اون موقع ها میدونین حرف بزرگتر ها رو بشون کجا تنها بره و از این حرف ها. راستم بود اون موقع سن منو در نظر بگیرین، ازدواجم نکردم. دبیر شدم، تهران بودم، دبیرستان خسرو بود، یه مدرسه دولتی بود، خیلی هم شلوغ. و من معلم ادبیات، خب اون موقع لیسانس داشتن یه چیز مهمی بود، حالا برای دوره راهنمایی هم فوق لیسانس میگن باید داشته باشه.
بعد من معلم لیسانس ادبیات اومده بود اونجا، بچه ها خیلی دخترها دوست داشتن و اینا، انقدر حالا باز میگید ولی دوستشون داشتم این بچه ها رو و اونا هم منو. من اینو بارها گفتم که من اگه قرار باشه دوباره دنیا بیام دلم میخواد معلم بشم. خیلی خیلی ارتباط قشنگی. ولی به هر حال بعدش ازدواج کردم. در دوره که دبیر بودم همسرم که هم کلاس موندونم لیسانس شده بود در کاشمر کار میکرد و من خیلی راحت پذیرفتم برم کاشمر. الان به شما بگم بیا برو کاشمر نمیرین، ولی با رفتیم و دختر من کاشمر دنیا اومد. وقتی که مهتاب دخترم دنیا اومد همه از تهران گفتن که بفرست شناسنامش از تهران بگیریم. مد بود اون موقع، مثلا میگفتن شهرستان دنیا اومد. گفتم من اولین دروغ رو وارد زندگی دخترم بکنم تو شناسنامش، کاشمر دنیا اومده، چرا باید بگم مثلا کی گفته کاشمر از تهران بدتره؟ یا و الان انقدر دخترم همیشه ممنون من هست که خب خوب کردی من کاشمر دنیا اومدم، باید کاشمر می نوشتن تو. یعنی اینم جز اون مدای اون موقع بود که رفتیم کاشمر و اونجا من دیگه دبیر شدم. بازم دبیر خانم لیسانسیه تشورده بودن شهرستان و اونجا هم سری چند سال اونجا بودیم و بعد از اونجا باز ماموریت همسرم رفتیم نیشابور. بعد آقای مرحوم دکتر خانلری روحش شاد یه آگهی داد توی روزنامه ها که کسانی که از بورس شاگرد اولیشون استفاده نکردند یک شانس دیگه به اونا داده میشه. اینو همسرم دیده بود. من اصلا بذارین راست شو بگم هیچ دلم نمیخواستی که برم، برای اینکه اینقدر از زندگیم و دبیر شده بودم و شاگردام و دوست داشتم و اینا. و برای این بار همسر من نامه نوشت، امضای منو جعل کرد که من میخوام این دید. گفت منم نرم تو باید بری. آدم راه ترقی رو میگم، آدم های مختلفی من مدیونشون هستم، پدرم، همه، مادرم که جای خود، استادام. و این رویه همسرم هم به هر حال برام جالب بود که بعد امضا کرد فرستاد. و جالبه که ترتیب اثر دادم، ما در وسط دبیریمو به من اومد که شما میتونید بورس برید و اینم جزء خاطرات خوب من. البته با هم رفتیم، تونستیم کاری کنیم، من و همسرم و دخترم. دخترم یک سالش بود. وقتی ما رفتیم فرانسه اولا کم بودن کسانی که زبانشون فرانسه بود. من چون شهرستان بودم معمولا انگلیسی بود، تهران و اینا بیشتر انگلیسی میخوندن، شهرستان ها هنوز درنشین. ما تعدادمون چند نفر بودیم که زبانمون فرانسه بود، درنشین باید میرفتیم فرانسه دیگه. اونجا که رفتیم مود روز بیشتر زبانشناسی بود و روانشناسی و جرمشناسی این چیزا. ولی بازم همون سلیقه خاص من گفتم من دلم میخواد زبان باستانی رو بخونم. رفتم تحقیق کردم. روش تحصیل در فرانسه اینطور هست که وقتی دکترا میگیری تو باید اولی استاد تعیین کنی که اون استاد بهت یه پروژه مانندی رو بده. که گشتم و پیدا اینو اونو دیگه میدونی آدم اولم میرسه هر قدم فرانسه بدونه خوب نمیتونه حرف بزنه، خوب نمیتونه. چون من که رشتم فرانسه نبود، من رشتم مثلا زبانم تو دانشگاه خوب بود، زبان فرانسه هم چون استادای خوب داشت. اونجا ما رفتیم تقویت کردیم زبونمون، کاری ندارم. ولی با اون زبون الکن و اینا بالاخره استاد خوب پیدا کردم. گفتن دومناش یکی جزو شخصیت های درجه یک رشته ماست وقتی که اسم میبرن. الان مثلا یادمه که چند سال پیش از فرانسه از همون اوتزتودی که من بودم استاد اومده بودن ایران، ما را به عنوان زینت المجالس گفته بودن اینم بیاد. وقتی وارد شد همه به عنوان یک چیز گفتن این خانم با دومناش رسالش رو گذرونده. دومناش بر اونا دیگه الان شده مثلا کی باید؟ قزوینی برای شما مثلا یا ده خدا. شما مثلا شاگرد اون بودید، شما رسالتون با اون گذروندین،
یه همچی آدمی بود. ولی خب اون موقع یکی از استادای اونجا بود دیگه. اونم جز به کسانیست که رو من خیلی بهش مدیونم. اینقدر آدم خوبی بود که شیش بود، یعنی روحانی بود، روحانی یه چیز بود. ولی یک ذره راجع به دین مسیحیت یا اینا تو کلاساش ابدا. تو بگی اینقدر این مثلا تبلیغ اینو بکنه، نه اصلا نتره، یعنی خونسای خونسا. اون یه رساله بر من تعیین کرد که من روی شایدم اولین بار بود. بعدها خیلی این رشته من الان مدروس شده، ولی اون موقع کم بود. گفت ادبیات زردشتی به زبان فارسی، برای اینکه ادبیات زردشتی یا اوستایی هست یا پهلوی هست، یک سری هم ادبیات فارسی هست که چندان ادبیاتی نیست، ولی از نظر این رشته خیلی مهمه، چون بعضی سنت‌های شفاهی اون تو هست. اینو انتخاب کرد. گفت تو برو روی این کار کن، پروژه تو بیار بعدم ماه اکتبر بیا پیش من. ما هم اومدیم تابستون به سنت ایرونی. ایرونی آخه کمتر میره تو کادر، یعنی یکی از تحصیلات اونه که میرن فرنگ درس میخونن، اینه که یاد میگیرن تو کادر برن. بعد ما اومدیم نشستیم، از ازل که چجوری زردوش دنیا اومده، کجا بوده، چقدر کتاب داره، چقدر فلان، اینقدر چیز من کاغذ تهیه کردم و فکر کردم الان خواهد گفت به به چه چه تو چقدر مثلا خیلی آدم مهربانه میدونید انسان بود. اینا رو گذاشت جلوش، ورق زد ورق زد ورق زد، گفت خب خیلی کار خوبیه، انشالله که وقتی بتونی ازش استفاده کنی، ولی حتی یک صفحش هم به درد رساله تو نمیخوره. به تو چه که زردش کی دنیا اومده، کی رفته، چقدر کتاب. من به تو گفتم ادبیات زردشتی به زبان فارسی، تو برو تو این کادر. اینا چی هن که تو نوشتی؟ آخه ما عادت داریم دیگه، مثلا میخوایم یه غزل حافظ رو مثلا معنی کنیم، یه چیز بکنیم، شروع میکنیم حافظ در کجا دنیا اومد و چی کار کرد و دارم چی رکن‌آباد و فلان و همه اینا، بعد تازه میرسیم اینقدر راجع بکنیم. این گفت اصلا به یعنی به تندی نگفت، یعنی در حقیقت گفت آخه عزیز من هر کاری یک نقشه‌ای داره، تو یه همچی در این کادر باید تو کار کنی. خب من همونجا بعدها به بچه‌ها گفتم من مهمترین درسم رو گرفتم با همین جمله استادم. فهمیدم وقتی تو میخوای مقاله بنویسی، کار بنویسی، بدون چی میخوای بگی. الانم تمام مقالام اگه خواستم بنویسم همیشه فکر کردم من میخوام چی بگم، پس اول اینو بگم، بعد اینو بگم و بعد اینو بگم. یعنی یک مطلب باید یه مقدمه‌ای داره، متنی داره، تو دیگه به تو ربطی نداره که ما از البته الان میدونم تو دانشکده هم شروع کردن، ولی هنوزم اون ذات ایرونی مثل این که همش میره فکر میکنه باید بیشتر بنویسه، باید بیشتر مثلا بره. لااقل کسانی که با من رساله گرفتن که تعدادشون خیلی خیلی زیاد هست، هر کی با من کار کرده میتونم ادعا کنم که من این روشی رو که از اونجا آموختم منتقل کردم. از این نظر خیلی خوشحالم. و ببین درسایی که آدم میره فرنگ میخونه یا درسایی که تو از یه استادی میگیری، تو میگی فلان استاد رو من تاثیر خوب گذاشت، این درسش نیست که رو تو میذاره تاثیر. تو بیشتر اون چیزا رو در مقالات طرف میتونی بخونی، در مقالات دیگران میتونی بخونی، گوش کردی؟ اینا همش در حقیقت اون روشی است که اون استاد به تو میآموزه و در ذهنت میمونه. اون درس شماست که به شما یاد میده چجوری تحقیق کنی. و ما کمتر موفق هستیم در مثلا در ایران یه همچی کار خیلی کم صورت میگه که شما بلد باشید برید تو کادر. به هر حال این اولین درسم رو گرفتم و بعد فهمیدم که باید چیکار کنم. بعد کلاس های مختلف رو که همون استادم گفت برو شرکت کن، من باز افتخار اینو داشتم که بنده نیست که یکی از قولهای رشته ماست، شاگرد اون بودم. شاگردون یعنی تو کلاساش خیلی خیلی استفاده کردم. من مدیون فرانسه هستم. وقتی که به من این لژیون دونور رو میدادن چیز فرانسه رو، در سخنرانی که کردم
گفتم که خب من آدمی هستم که ایران رو خیلی دوست دارم، اصلا کسی در وطن پرستی من اینقدر نمیتونه شک کنه، ولی من دومین جا مدیون فرانسه‌ام، این کتابخونه هاشو به روی من گشود. میدونی اونجا اصلا درس خواندن مجانیه دیگه، یعنی بهترین کتاب، گفتم بهترین کلاساشو، بهترین استاداشو، راهشو برا من گشود، من بایست استفاده میکردم، اون هیچ دریغ نکرد. کلاس ها واقعا، من انقدر کلاس های مختلف رفتم، من حتی باید بگم که من انگلیسی رو تو فرانسه یاد گرفتم. رسیدم استادم گفت عزیز من، یعنی خیلی با زبان، گفت برای رشته ما فقط زبان فرانسه کافی نیست، تو باید انگلیسی بخونی، حتی یه دوره کوچیکم باید آلمانی یاد بگیری. میخوام بگم که واقعا راهاشو بر من گشود. خب یا من میتونستم استفاده کنم یا نکنم، اون دیگه با منه، اون از من دریغ نکرد. تحصیل در اون دوره لاقل برا ما، هنوز ما خیلی خوشنام بودیم اونجا، متوجه هستی، ایرانی بودیم، مثلا با راحتی ما رو پذیرفتند تو کتابخونه ها، تو کلاس ها، هیچ مانعی نبود از اینکه تو بری و وارد یک کلاس بشی و استفاده کن. من کلاس های بنبنیستو هم توی اوتزتود میگن تحصیلات عالی هستی مدسه جزو سوربونه، یکی هم کلژ دو فرانس که خیلی معروفه، اصلا کلژ دو فرانس جزو جاییست که تمام دانشمندای فرانسه از اونجا رو ما میرفتیم کلاس ها. بعد مثلا جوانترینش من بودم، یعنی همه استادایی بودن که از آلمان، هلند، بلژیک، از همه جا میومدم تو اون کلاس، اصلا استاد بودن خودشون، اومدن میومدن از این استفاده کن. بعد همه میشستیم، یه دفعه پیش خدمتی از تو مثل سن تئاتر وارد میشد، میگفت به یه بولوه، خواهش میکنم بلند شید. بعد ما همه بلند میشدیم، بنبنیست وارد میشد، بعد میگفت بشین. میدونه پریروزا یکی از این استادای جوان خونه ما بود، میگم خواهیم دکتر، اصلا آدم وارد کلاس میشه، بچه ها انگار نه انگار که اصلا استاد وارد شده. میگه من گاهی برای اینکه روشون رو کم کنم میگم که خیلی ممنون که جلوی پای من بلند شدید. من این سنت اونجا رو هم دوست داشتم، نمیدونم یه حالت قدیمی داره. من خودم شخصا خیلی استادام رو براشون احترام قائل بودم، و خب باعث این شده که بچه ها منو لطفا دوست، مثلا دوست داشته باشم معمولا، شاید به خاطر این که خودم بلد بودم استادامو دوست داشته باشم. این سنت داره از بین میره، همونطور که خب با پدر مادرها رفته، با بزرگترها رفته، دیگه ایجاب میکنه دیگه، نمیشه گفت چرا. تو خود فرنگم همینطور شده. من پرسیدم یه با کی رفتم دوباره کلژ دو فرانس، گفتم این کار رو میکنن، گفتن نه بابا. بعد از برگشت از خارج، خب من اول باید خودم با آموزش پرورش معرفی میکردم، چون کارمند آموزش پرورش بودم. اقداماتی شد اون موقع، باز یادی کنم از دکتر خانلری، این یک مؤسسه داشت به عنوان بنیاد فرهنگ، یه مؤسسه فرهنگی خیلی غنی بود که همه این کسانی رو که از خارج می اومدن در حقیقت مثل ماها که رفته بودی، اولا اینم بگم همه ما که رفتیم برگشتیم، خیلی مهمه دیگه، همه برگشتیم. به اینکه اصلا تو مخیلمون نمی رفت که، نه اینکه نمی خواستن، اگه تقلا می کردیم می موندیم شاید، اصلا فکر نمی کردیم که ما باید اونجا بمونیم. ما هممون تحصیل کرده یه دوره هستیم که با این بورس رفتیم، هممون برگشتیم. این واقعا نمونه است، در حالی که اون موقع خیلی هنوز کشور ما نسبت به خارج کمبود داشت، متوجه است یه دفعه بعدن افتاد بیشتر، ولی هیچ احساس نکردیم که ما باید اونجا بمونیم، برگشتیم و اومدیم. و بعد خب فوری که من جذب دانشگاه نشدم، رفتم بنیاد فرهنگ. بنیاد فرهنگ که همین این کسانی رو که از خارج می اومدن و تحصیلات خوب کرده بودن جذب میکرد برای کار کردن روی کتابهای مختلف. مثلا من که تخصصم زبانهای باستانی بود، یک کتاب پهلوی رو
یعنی هر کس یک کتاب رو برمی‌داشت، اینها رو روش بررسی می‌کرد و واژه‌نامه براش می‌ساخت. از این جمله هست که بهترین واژه‌نامه‌های اون دوره مرحوم مهرداد بهار، مرحوم تفضلی، همه اینها واژه‌نامه‌های مرتبی رو اونجا نوشتن که منم قرار شده بود دینکارت 5 رو بگیرم که بعداً تو همون مقدمه دینکارت 5 راجب اون نوشتم که این جزء کارهایی بود که من واژه‌نامه‌ش رو باید تهیه می‌کردم. کردم هم خیلی در شرف چاپ بود که بعد دیگه مسائل دیگه میدونید انقلاب اینا پیش اومد اونجا پاشید، ولی من همه فیشام اینا رو داشتم که بعد دکتر تفضلی گفت که بیا اینا اصلا ما کتاب دینکارت 5 رو بالکل بیاریم از صورت واژه نامه دراریم و به فرانسه هم بنویسیم. اونجا بود که به پایه گذاری شد کتاب دینکارت 5 ما به فرانسه، که ما متن رو دادیم، آبانویسیش کردیم، ترجمه فرانسه‌ش رو دادیم، واژه‌نامه فرانسه‌ش رو دادیم. منتها از حوادث ناگوار این که قبل از اینکه این اصلا ما بتونیم به ثمر برسونیم و به چاپ برسونیم، مرحوم تفضلی اون حادثه ناگوار براش پیش اومد. من در مقدمه اونم اینا رو نوشتم. اصلا یه مدت فکر میکردم اگه من خواهم تونست اینو تموم کنم، چون دکتر تفضلی آدم بسیار فاضلی بود، خیلی خیلی فاضل بود. من از اون بسیار آموختم، خیلی آموختم. اصلا گاهی وقتا احساس میکنم این چیزایی که آموختم در حدی معلمی بود، ولی ما با هم کار کردیم. خیلی مشکله در ایران با هم کار کردم، کمتر پیش میاد که آدم ها با هم کار کنن و این نگه من، اون نگه من. در دوره ما کاملا برعکس بود. از بس که این دوره میدونی آدمایی که به علم خودشون و به دانسته‌های خودشون اعتماد به نفس دارن، متوجه هستی، به همون اندازه کنار میان، یعنی منم نمی کنن. دکتر تفضلی از اونا بود. در کار کردن با من، شاید با کسی دیگه کار میکرد یه همچه حالتی رو نداشت. این میدونست که من قبولش دارم، ولی اصرار داشت همیشه که اسم من اول بیاد. برعکس، یعنی ما دعوا سر این داشتیم. اون میگفت اسم تو باید اول باشه، من میگفتم اسم تو. و در حالی که من خیلی با اون از کار کردن با اون آموختم. ما 5 کتاب با هم نوشتیم که یک کتاب رو دوباره مرور کردیم، زندگی زرتشت رو، که در حقیقت میشه مثل 6 کتاب که همه‌شون کتابای بنیادی شدن در رشته ما. این کتاب همین چیز درست وقتی شد که دیگه نبود دکتر تفضلی. من میگفتم خدای من، یعنی قدرت اینو خواهم داشت که اینو تنهایی درارم؟ البته دانسته های اون خوب لابدای این یاد داشته بود، ولی تدوین کردن، دوباره به فرانسه نوشتن، مقدمه نوشتن، تعلیقات رو دوباره به فرانسه درآوردن، واقعا کار سختی بود. خب در اینجا باز باید بگم یکی از همکلاسی های سابقمون که الان خب از در معلومه نزدیک های 90 داره، ژینیو بود، فیلیپ ژینیو، که اونم معروفه در رشته ما، آدم بسیار فاضلی است. اون گفت تو رو من حساب کن، هر جا که احساس کردی که کم میاری رو من حساب کن. همین حرفش دیگه به من قدرت داد و من شروع کردم تمام این کارها رو در غیاب دکتر تفضلی به انجام رسوندم به فرانسه. خب خیلی دادم یه دور دیگه ژینیو خوند، اینو باید بگم بهش، و بعد به هر حال در سری کتاب‌های استودیو ایرانیکا در فرانسه چاپ شد. بعد من در ایران دوباره اون رو به فارسی آوردم، یعنی همون کارم رو به فارسی کردم، واژه‌نامه‌ش رو به فارسی کردم، البته به اسم خودم و تفضلی در آوردم، نه اینکه به اسم خودم هرکس، چون تمام جاها کارهای اون مشخص بود. منتها چون میدونستم اون همیشه دلش میخواست اسم من اول باشه، من اسمم رو گذاشتم و خیلی هم از این کارم خوشحالم. خب البته شاید اون اگر زنده بود این کار بهتر از این میشد، ولی من اونچه که در توانم بود انجام دادم. بعد از اونجا من یه سالی اونجا بودم و
بعد دیگه تقاضا دادیم و اینها وارد چیز اومدم دو جزو گروه فرهنگ و زبانهای باستانی شدم. اولش این ما گروهمون با زبانشناسی یکی بود، یعنی اسم گروهمون بود زبانشناسی و زبانشناسی همگان، فرهنگ و زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی، یعنی با هم یکی بود. سالها هم با هم بودیم و اول بنیانگذارش البته دکتر محمد مقدم بود. من در دوری که من اومدم دیگه اونها بازنشسته شده بودن، ایشون نبودن. دانشگاه تهران دیگه، دانشگاه ادبیات یکی از گروه هاست، دپارتمان فرهنگ و زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی که مدیر گروه هر دوتا گروه رو اداره میکرد. یه دوره منم مدیر گروه شدم، باز هر دوتا اینها همون دوره مدیر گروهی من بود که جدا شدن زبانشناسی از فرهنگ و زبانهای باستانی. و دیگه از اونجا من شروع به کار کردم و همچنان ادامه دادم. سالها بودم تا سال 1985 که بازنشسته شدم از اون. همکارای بسیار خوب همشون. اولا از بزرگترها شروع کنم که بودن، دکتر رضایی بود، دکتر ماهیار نوابی بود، دیگه دکتر نجم آبادی بودن. اینا همشون متاسفانه فوت شدن. اصلا از گروه ما همه رفتن و من متاسفم که من سیاه‌خانه همشون بودم. ما برای همشون صحبت کردم. دیگه دکتر بهار بود با ما همکاری میکرد در گروه زبانشناسی، دکتر صادقی، دکتر حقشناس، دکتر سمره، دکتر فرحوشی تو گروه های زبان های باستانی بودن، دکتر ابوالقاسمی بودن، دکتر بدرالزمان غریب بودن، دکتر معصومه غریب تو زبانشناسی بودن. خیلی گروه پرباری داشتیم، یعنی میتونم ادعا کنم بهترین گروه. همه تحصیل کرده خارج بودن، هم از خارج برگشته بودن، همه اهل کتاب بودن. در نتیجه به هم حسودیشون نمیشد. متوجه هستی تو وقتی زیر پای کسی رو میزنی که خودت هیچی نداشته باشی، وقتی خودت داری میگی خب بذار اونم بنویسه، اونم بنویسه. البته نمیخوام بگم که به حساب جامعه ایدئالی بود که هیچکی با هیچکی دعوا نمیکرد، غیر ممکنه. اینو من اصلا یا همچی جامعه آرمانی وجود نداره، ولی حل میشد، با هم صحبتی میکردن، با هم اختلاف پیدا میکردن، دوباره حل میشد. همه آدمای برجسته‌ای بودن همه. و دکتر میلانیان بود یادم نره، دکتر نجفی دوره برای ما درس میداد، دکتر سرکاراتی دوره از تبریز میومد چند تا درس میداد برامون. درجه یک بودن همشون غیر از من، ولی واقعا درجه یک بودن. ولی همه رفتن متاسفانه و این گروه ما تقریبا پاشید. بفهمید در چه سالی بازنشسته شد؟ 1385 بود اگه اشتباه میکنم، ولی ادامه میدادم دوره کارم. ما البته تحت یک کورانی، یک جریان خاصی بود. نمیخوام چون مرده و رفته است، یکی رئیس دانشکده بود که اومد خودش رو استاد رئیس دانشگاه و یه دفعه به بازنشسته های مثلا یه دفعه از گروه دانشگاه تهران، دانشکده ما، دانشکده ادبیات، سه تا خانم رو گذاشت کنار، من، شیرین بیانی و سوسن بیانی. مثلا کسایی بودن از من مسن‌تر با آثار بسیار بسیار کمتر، ولی اونا رو بازنشسته نکرد. راستش اولش خیلی به این برخورد، ولی بعدا گفتم نه چه داره. بالاخره درسته که ظلم به سویه عدب، یعنی کسان دیگر رو کردم، ولی حقش اینه که ما بریم کنار و جوان ها بیان. و به همین دلیل من همیشه جوان پرور بودم، یعنی همه کسانی رو که با من کار کردن حتما یه جوری براشون سعی کردم بیارمشون بالا. و گفتم خب حقشونه، حقشونه که اینا الان بیان، اینا بشن، اینا مدیر گروه بشن. من بعد کافی بودم، درخشیدم، ولی تو کارهای ما آدم نباید رابطه‌شو ببره. در نتیجه من همچنان رابطه چیز رو با این تا الان داشتم. حالا باز دانشکده ادبیات یه تغییر تحولاتی توش شده دیگه، نمیدونم، تا الان رابطه‌ام رو نگه داشتم.
برای دوره‌های دکتری درس میدم هنوز، ولی هیچ وقت دلم نخواسته که یک شغلی رو، یعنی یک مدیریت یا گروهی رو بگیرم. فکر کردم باید من بیام بیرون تا اونی که من دانشجو خود من هست بیاد، و همه‌شون هم دانشجو خود من هستن که الان بله تو گروه خیلی هم باسوادن، حتما هم از من باسوادترن، به دلیل اینکه یک استاد خوب استادیه که شاگردش رو از خودش باسوادتر بالا میاره. این خودش افتخار آدم.